الینا و الی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله خدایا خداوندا، درد دردمندان دوا، حاجت حاجتمندان روا، قرض قرضمندان ادا، رفتگان خاک اسلام رو بیامرز، از تصدق سر همه پیر و مادر منم غرق رحمت بفرما. بار الها او خاده افتو خاده قوت خاده بکاریم، درو بکنیم، هم خود خوریم هم مردم دهیم. الهی نعمت و برکت تو از ما دریغ نفرما. و حق و محمد آو خدا و رسول، چشم موزی و منافق کو. ای هر کس که کند به کارشون بد عملی، او داند و ذوالفقار و بازوی علی. یه داشت بودم بزرگم رو در پوشی که اون بخورد. بلا دو سال از دو موشو. بسم الله الرحمن الرحیم. باکم اینم آتی، امروز دیگه نهاشی داری؟ دروغ دیگه، پس میخواستی چی داشته باشی؟ بخور بخور آبجی، شکر خدا رو به جا بیار. الهی نعمت تو زوال نیا، به حق شاه مردم سفره مردم رو باز داشتم. امین یا رب العالمین. خیلی خیلی اینقدر اه نریز اه
کوره باز که نموخن بخوریم دوغه اش میباز زیادتر باشه. سلام علیکم آشمیرزاقا. سلام علیکم آشمیرزاقا. خورم باشه الحمدلله بسم الله. خدا زیاد کنه علاق بوده. چیه؟ عربابی از شهر برد تلقراف بزید. عربابی؟ بانجو بلا زیاد بسید قبل تو هم که خودتو خوب گرفتار کار عربابی کردی. آدم باید تموم صحرا رو بگرده تا شما رو پیدا بکنه. چه کنم؟ ارباب بعد از دیار خدا بیامرزم تموم کاراشو گردن من گذاشته. منم باید امونتداری بکنم. رسم مردی و مروت دنیه که آدم ولنگاری بکنه. دست شما در نکنه. بیا های! ای بابا ما رو خجالت بدی. نه بابا تو هم عیالواری بگیر. مال اربابی دنیه، مال زمین خودمه. خدا نگهدار. خدا شما گلنا اربابی تیرغلاف وزیر که روز پنجشنبه میخوان دست جمعی بیان یه خنک بخورن. خب چشم و دلت روشن. بعد از یک سال باز چشم مجنون به جمال لیلی روشن میشه. چشم دلت تو هم روشن. برای اینکه اگه چشم مجنون به جمال لیلی روشن بشه چشم شیرینم به دیدن فرهاد روشن بگه. ای داداش جون این حرفا چیه؟ دریا فصل پنیری که نداره. بخون پیشباز شد تو اسکار نمیشی؟ چرا؟ باید مال ببرم اسکار پیاده که نمیتونم بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. تو رو برای سواری کی بیاردم؟ خب گوشتو وا کن، عقلتو جمع کن. تو باید به زهره خانم سواری هادی. امروز دیگه خیلی باید سر به راه و پا به راه باشی. دلم مخواد همچین پاورچین پاورچین راه باشی که ایت دلش تو کن نخوره. نکنه خریتت گل بکنه جفتک مفتک برزنی بزنی زمین. هرچی هم بیادگی میادبی داری همین حالا بکن. دل رو نابرو نبوری. اگر همینطور که گفتم بکنی امشب یکی در جو بهت زیاد تر بدم. آه خوش آن شدی حیلی دیدم. آه چه خبر؟ الان میاد آبار کلا پس همینجا باشین اولاغا رو نبینیم بشه جلو قدقره من بشم کمکشو بکنم نگیر جلو. آه سلام علیکم خاله نرگه چطوری بابا خوشی؟ خدا بهت علم بادیم. علیک سلام آقا شیرزاد. آسر فاصلا چطوره؟ الحمدلله سلامت بشید بفرمایید. سلام علیکم خانم. علیک سلام من خوبی چطوره؟ الحمدلله بس من که تو خواب خواب رفته اوشیه باشه باشه بفرمایید بفرمایید اونجا مولا حاضره نه فیلن جلو حال خودت چطوره؟ الحمدلله سلامت بشید بفرمایید. خب سلام علیکم سلام شیرزاد چون
حال چطوره؟ سلامت باشی. چطوری؟ الحمدلله حال شما چطوره؟ عجب گرفتار درسان بودم. گلدان چطوره؟ الحمدلله دعا به جون شما بکنیم. خب بفرمایید بفرمایید مولا اونجا حاضره بفرمایید. سلام شیرسون سلامت های خوبی؟ حال چطوره؟ الحمدلله حال شما چطوره؟ چه سلامتی؟ صفا آوردی؟ چشم دل ما روشن؟ برو آقا پسر بریم جانم بریم دیگه بیام خود اینو بگی سلام علیکم علیک سلام علیک سلام خواهش میکنم با این مؤدبانه تر صحبت کن چون این از اون دهاتیاتی تو فکر میکنی این اون نداره دهاتی رو چون به جوش کن دهاتیه من اینا رو بهتر میشنم بریم جانم سلام علیکم آقا شیرزاد حالت چطوره؟ سلام علیکم محمد آقا حال خودت چطوره؟ سلامتی؟ کیف حالت؟ باز قربون معرفتی؟ تو باشم این آقا فکری کی بود؟ تا حالا ندیدیم جمعه این مرمز آقا خارزاده اربابه آقا هم بدش نمیاد که تو به خانمو بهش بده ایرونی بخون یا بذار شیرزاد بخونه شیرزاد؟ اونم آدمه هی سیگاه کن ببینم دوستی بریزه هم میگی نداره مهمونه عزیز خدا شیرزاد تو هم بخون دیگه اینقدر بچه ها اصرار بکنه اگر منتظر اجازه ای بخون بل بل بخون سامو شیرزاد نمیخونی چرا؟ مخونم برای خاطر شما مخونم تن آدمی شریف به جان آدمی لحمین زباد زیبا نشان
شنیدی هرموز؟ سخن را روی با صاحب دلان است. منظور تو نفهمیدم. یکی زدی ضربتی ضربتی نوش کن خوب بزد. کی؟ بله دیگه، تو یه دهاتی رو داخل آدم ندونستی؟ اونم با کمال احترام حق تو کف دست بزن. داخل آدم؟ واق واق اینام آوازه؟ لا اله الا الله استغفر الله ربی و اتوب الیه. همین باستادی استغفر الله میشی؟ کجا میشی؟ کجا رفته بودی؟ یکی کن دولار سپوریدم. قربوشون نطخت گور شو. من؟ ابدا؟ هی کمم جای درد نم کنه ها، جای درد نم کنه. نه سلام ارباب. علیک سلام گلنار. سلام، خسته نباشی، صفا آوردی. سلامت باشی، حالت خوبه؟ الحمدلله. بفرمایی دار تاییه میبینیم. بله ارباب. باریکلا. سلام آقا. سلام دختر قشنگ، حالت چطوره؟ به مرحمت تو، بد نیستم. تو کیه شیرزاد هستی؟ من خواهرشم. خواهرشی؟ به به، چی دختر فهمیدی؟ منم پسر عمه زهره خانم هستم. تو با این کمال و جمال حیف نیست گوشه این دهکور زندگی میکنی؟ باور کن خیر انوات دور اینه رو خیب بکش. هر چی تو را سر به سر ما گذاشتی دیگه بس ویلا با دسپلک کاکولات درو بکنم. پسر تو چقدر کج خیالی. من داشتم به خواهرت کمپلیمان میگفتم. کمپلیمان مکفتم. چای مایی تایی که دی پس یادت باشه که بر دور خانو اصلا سلام. سلام. از احوال پرسیار شما سال یک بار اگر آقا برای فاصل مهدی ها شما عبد با من کار داشتیم؟ نه کجا میشم؟ بشم اول آقا رو برسنم. خیلی طول میکشه؟ نه هم از صبر میگذم. خب صبح بیا. چه؟ هم ادام استخر گوریه ها. آدم نترسه توش نگاه کنه.
بدبخت. این که چیزی نیست. من تو دریای مای شنو کردم و نترسیدم. آخه جان من، تو ماشاءالله جوونی، مردی. به جان عزیزتون همین پارسال رفتم جنگل شکار قرقاول. چشمتون روزه بردن. یه دفعه دیدم یه پلنگ نخراشیده و نتراشیده جلو پای من سرش. ای بابا پاک فراموش کردم که فشنگ ساچمه این تو دوره. توفنگ رو بردم بالا، هر دو فشنگ رو ته ته خالی کردم. یه دفعه دیدم پلنگ قرشی کرد و خیز برداشت طرف من. منم مهلتش ندم، کارد و کشیدم از این بر، از اون بر، از این بر، از اون بر. باش مار مار چی مار؟ این در خدمت باشیم، شاید چیزی لازم باشه بیاد. شیرزاد نوکر میشی؟ خورمز آقا، ما نون زحمت منو مخوریم و منت از هیچ تنابنده ای نمکشیم. بیشین شیرزاد، چیزی هم که لازم نداری؟ قضا از دهن میافتی، بشنیم دیگه. اون چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آی این دهاتی ها متظاهر هم؟ لا اله الا الله. شیرزاد بگیر بارمون دست بنده شما. موازی باش گلناز گرسنه نمون. نه ترس گرسنه نمون. از تمدن نبرده، هنوز داره با دستپنجه آلوده غذا میخوره. درست آقای هرمز آقا، دستای ما پینه زحمت کشی داره، اما شکر خدا که تا حالا به خون و مال یتیم و صغیر مردمون فقیر آلوده نشده. هرمز شوخی میکنه، تو نرم هرمز، تو هم دیگه شورشو داره بود. سر سفره که آدم اینقدر حرف نمیزنه، نهارتون رو بخوری هستی ماها بره بروسی. Thank you.
بچه ها بلند شید، ما که نیومدیم ده همش بخوابیم. آقا اگه تشریف میبرید عروسی موقعشه. شما حاضرین؟ آره همین الان میرم لباسامو عوض میکنم بریم. آقا رموز آقا، آقا رموز آقا، وسط شلوارتون چرا خیسه؟ چی شده؟ ها اونها وسط خط نخیشه. چی دو شده خواهی باید؟ آقا رموز آقا من بگم نکنه چیز او برگشته. آقا رموز آقا، آقا رموز آقا، از ما به شما نصیحت، هیچ وقت پیش از خیر چیزای اوکی نخورید. گم شو بزن. خیلی ها بزه دیگه باشی لباسات رو بوشی با هم بره بروسی. Thank you.
کار دستان تموم شد. خب الحمدلله، لابد آقا خیلی از این خبر خوشحال بابو. بیشتر دلم میخواست که تو از این خبر خوشحال بشی. من چرا؟ آخه بهت که گفته بودم پدرم وعده داده بود وقتی درسات تموم شد برام زن بگیری. خب انشالله مبارکی. تو که میدونی من دو سه سال تابستونا فقط به خاطر تو اینجا میام. گذشت از اون من از این دختر شهری های پر افادن بیزارم. این حفار نزنیم اربا پیش وقت راضی نمیشه که شما دختر دهاتی بگیریم. مگه پدرم خودش کجایی بود؟ گلناز بگو میلی داری با من ازدواج کنی؟ والا چی بگم؟ نمیدونم اختیار من دست فرارمه، اختیار شما دست پیرتونه. آخه گلناز رضایت خودت هم شرطه. خودتون میدونید. که دلم خونه. مگه چی شده؟ من که حاضرم جونم و فدای زهره بکنم نمیدونم چطوری که رو منشی مطلب با پیرش در میون بذارم. از اون طرف هم بترسم این یارو پسر کاکولیه بالاخره دختره رو از دستم در بکنم. تو هیچ با خود زهره خانم صحبت کردی؟ نه. چه معنا داره آدم با دختر حرف بزنه؟ اول باید با پیرش صحبت بکنم. نه داداش این طور دنیه. اینا رسم شهریا رو دارن. اول باید دختر پسر با هم صحبت بکنن. اگه هر دو راضی بودن اون وقت. آخه چی بگم؟ روم نمیشه که حرف بزنم. اینا که کاری نداره. وقتی تنهاشیدی زانو میزنی دستاشو خوشحال خوندی میگه من دیگه امسال دستام تموم بابو. نه چیزه بگو دیگه موقع زن گرفتنه. خودت میخوای با من عروسی بکنی؟ گفتن آسون میام. من خجالت میکشم. اما نه آدم از کار بد خجالت میکشه. من که خیال بدی ندارم. باری کلا خواه همینطور که گفتی بکنم. زانو میزنم دستاشو میگیرم خوشحال خواندم بگم من تو رو مخوام. دیگه بینم که اون کنی. برافو، چه خوب میخونی.
کرده بوری از خود داره. ببینم میشه منم سوار شم؟ البته که میشه. من چینیم این بالا یه دفعات این بالا باید بگیم که بچه نشه. ناراحت هست؟ نه اتفاقا من برای نشستن رو چرخ و شنیدن صدای تو اینجا آمدم. من که صدایی ندارم. اگه نمیخونی پاشم؟ نه بخونم. هر شعر خوش و نغمه ی عطار تویی آن که دل دارم و دل میدهم اش با تویی آن که در کوی تو پروانه بسوخت منم آن که در کوی تو پروانه آنکه در خنده برام سوز و بر این ساز تویی ما رشته تو گرفتار و تو در
خدایا، خودت میدونی که من 2 سال عروسم و هنوز اجاقم روشن نشده. شوهرم پاست توی یه کفش کرده که اگه دو منم سبز نشه یا میره رو من زن میبره و یا منو طلاق میده. میگه من اولاد میخوام. خدایا تو رو به حق مقربون درگاه قسم من نو عروس و سیاه‌بخت نکن. خدایا به کریمیت شکر بسن دیدم زنی نشدم. اینقدر به من اولاد دادی که به تنگ اومدم دیگه بسن. خدایا خودت یه لطف و مرحمتی کن کجا آمار کور بکن دیگه نمخوام. بنداز که دخترش به من هاده. دو تا شم نظرت کردم یکیش حالا روشن میکنم این یکیش هم گرو میکشم. هر وقت مراد دلم و دادی اون وقت یکیش روشن میکنم. بارالله به حق عزت و جلال من روسی ها رو مایوس نکن. بابا جان بخواستم یه چیزی بهت بگم. چیه؟ من دیگه دستم تموم شد. به نظرم کسمه زیر زیر سر گذاشتی. خودتون گفتین وقتی دستات تموم شد. درسته، من حالا که زیر قول خودم نزدم. ببینم مطابق سلیقت هست؟ اسمش چیه؟ گلناس. گلناس؟ دختر حاجی ولی‌الله؟ نه آقا جان. گلناز دختر حاجمن باقر بنکدار. نه آقا جان، گلناز خواهر شیرزاد. چی؟ دختر رعیت خودمون؟ یک دختر دهاتی؟ بابا جون دهاتی بودن که ننگ نیست. من باید اونو بپسندم که پسندیدم. من نجابت و محبت و قشنگی میخوام که اون داره. میخوام خونه‌دار باشه و خرجای بی خودی نکنه که نمیکنه. آخه پسر باباش صداها جان مباشری مثل خود من بوده. من که نمیخوام با باباش ازدواج کنم. حالا فهمیدم چرا اصرار داشتی بیای آب خونک بخوری. پس آب خونک خوردنتون اینه بد جنسا. حالا که اینطور شد دستبالتون رو جمع کنید همین فردا برمیگردیم به شهر. خودم میدونم چه کسی برات بگیرم. اجالتا مخالفه، اما گلناز اینی بدون که من تا زنده هم غیر از تو هیچ کسو نمیگیرم. نه فیروز آقا، این حرفا رو نزنی. برای خاطر من با پیرتون در نیفتی. خوب نمیون پیر پسر بگو مگو درگیری. نه گلناز، تو باید به من قول بدی که منتظرم بمونی. چی بگم؟ من اصلا خیال شوهر کردن ندارم. نه، تو باید قول بدی قسم بخوری که منتظر من باشی. به این برکت قسم به پای تو صبر میکنم. هنوز خستگی را در نرفته به شهر برمیگردیم. نمیدونم این سفر چرا پیارتون نخواست اقلن یکی دو هفته اینجا بمونیم. هر سال که یه ماهی موندیم. نمیدونم چی پیشون یه زارو خورم هر بدی دیدین هم به چارش برو بلشونه. آور بزاقا اگر بهتون بعد بذاشته حلالمون بکنیم. خیلی خوب، حلالی حلال. خدا حافظ کنیم. خوش اومدیم. دیا باید ببخشی. خدا ببخشی. ارباب اگه بعد گذشته دیا باید ببخشی. نه خیر، خیلی هم خوش گذشته. یعنی خوشتر چی میشه؟ خوب با هم دست به یکی کردی. اگه بعد گذشت دیگه نباید حرف بزنی. بری.
زحمتی یک شب برم رودی چه آر ناگهان رفتی از پیکر بیروح من همچو جان رفتی. نفهمیدم این سال چی دوشو در باب نایمده، همه رو برداشت و رفت. گمونم سیگوس آقا با ارباب صحبت عروسی منی کده، اونم اوقاتش تلخ شده. خیلی شرفش باشه، اگه چطور شده همچی که رفته شهر دیگه وزیرالوزرا شده. اگه چی شد از مردم دیگه کم تره. حیف از سیروس آقا، حیف از سیروس آقا که باباش اینطور خودشو گم کرد. باش بالا. دلم برای تو میسوزه که تو امسال پاسوز من شدی. خیلی نظری نشونه نویس ما امسال اینطوری نوشته بودی. بشو بشو دیا. راست میگه بشو دیا. بشو 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 برو. بالاخره باید این فکری براش کرد. اینطورم که نمیشه، پسره داره دق میکنه. میگی چی کار کنم؟ این پسره دیگه داره حوصله منو سر میبره ها. فکر اینم بکن که تو یک دونه پسر روز به روزم داره حالش رفتار میشه. حرف زور داری میزنی ها؟ آخه آدم برای نظر ناخوش میشه. تو ما که لفت ناخوششو میدونی چرا سماجت میکنی؟ حالا احتیاطی هم نداری که بوبو برداری دادر همه جا جار بزنی. دختره رو میاری اینجا یک سیغه یواشگی میکنی، یک چند وقتی که گذشت خودش که سرد و سیش که شد سیغهش پس میکنی. نه سیغه میغه لازم نیست، دختره رو به اسمی میارید اینجا. یه چند دفعه هم که خونه رو خرد بعدم یه چهل پنجاه تومانی میزه این کرده. وقت دختر عطیقی رو به من جواب اتصاد رگانه میکنه. آفتاری به انسانیت و مردانگی شما. نه بابا نه، اما هر که معنی نداره، باید یه راه دیگه براش پیدا کرد. راه و چاره منحصر به همینی که گلناز براش بگی. راستش هم همینی داداش، مگه چی می‌گی؟ گذشته از اینکه ببینی نداره، از خیلی هم بهتره. خیلی خب بابا دست از سرم بردارید. مرسی در حال شیزاد بیاد چی بیاد چی میگه. آینه کن تا انشالله رات روشن باشه. داداش جان خدا نگهدار، دیگه زود برگردی دلم شور میزنه. دل با پس نباش، زودی برمیگردم. بیری سبتم بگیر، این نونو بده به بابا غلام. به یک قرارم بهش هاده از دو چشم نابینای مستحق. دست علی پشت پناهه دیا. پولش ندیا ایجا. افتاده بود آقا، شانس نداریم که شانسی کی بزنه اونه پیداش کنه. حتی پیکی میگردی
برو بابا. به توشه تو مالم بده ماته بدم. شتوشه تو مالم بده ماته بدم. شتوشه تو مالم بده ماته. چیزی گم کدی؟ من نه. یه خانوم عیونی اینجا رد می شده سنجاق سینه‌اش گم شده. سنجاق سینه‌اش چی بود؟ سنجاق سینه طلا با چند تا لیگین زمرد. 500 تومن قیمتش بوده. هر زمردش یه پشناخون. ماشاءالله. یک ساعتی تمام اینجا رو گشت آب شده تو زمین فرو رفت. الله اکبر. ببینم نکن حالا خود جستیش حالا خود زدی کوچه چه؟ نه بابا من الان از گفت را رسیدم. سنجاق سینه کجا دیدم؟ چرا تهمت ناحق بزنی؟ بیا بیا سلماتی باشش بیا. برو نوبت توست بختم. داشت آقور به خیر. سلامت باشی. کجا بری همچی با عجله؟ میشم خونه ارباب. اومدی تهرون بمونی؟ بابا تهرون کارم چیه؟ برمیگردم به ده. برمیگردی ده؟ آه چه بهتر؟ آخه من یه سنجاق سینه‌ای رو بردم که اقلن 500-600 تومن قیمت داره. او صاحبش از نزن چه خبره؟ صاحبش کجا بود؟ یه ساعت پیش صاحبش وقتی دید پیدا نشد رفت. حالا به من چه؟ نه این که تو برمیگردی بده این از من بخر. خیلی ارزون حساب میکنم. نه بابا مال مردم خیر و برکت نداره. به من اگه این سنجاق سینه رو به زنه یا به خواهره یا به نوزره یا هر کسی که داری بدی عرش رو سهر میکنه. نه مال مردم مال مردمه. تموم بابا. چرا میاری؟ اگه واسه قیمتشه 10 تومن نداری؟ 50 تومن بده. نه نمخوام. 20 تومن بده. نه سبکم 10 تومن بده. میدونی مال حروم اومد نداره. جهنم 5 تومن بده. 100 تومن بده. 5 تومن میفهمی؟ 5 تومن. این بچه صد دفعه نگفتم جایی که پست منه پیدا نشه با چی داشتی جا میزدی؟ عوضی گرفتی. داشتم از پسرمو احوال عمومو میپرسیدم. لعنت خدا و رسول هر چه آدم دروغگویه. تو پسرموی منی تو احوال عمومو پرسیدی. پس چی میگفت؟ گیردونونه هم اگه یه سنجاق سینه هایی که واردشون که 500-600 تومن قیمت چه پیدا کرده بود بین از من بخر به 4-5 تانم راضی بود. اما من بر بودم خدا رو خوش نمیاد بابار به دست صاحبش برس. بیردیم با طرف بدین دیگه. فهمیدی پسرمو چی گفت؟ آخه که تو آدم شید بچه چند دفعه دار کنم زندان نه چه فایده آخه خدا خوش نمیاد نه زندگی خودتون بگیریم به دست صاحبش برسونی نهش بکنی. چی میگی بیچاره سنجاب جواهرشون کدومه؟ یه تیکه برنج دو تیکه شیشه ملاوی با آره جانم. لعنت خدا و رسول به هرچی کاسبه میگه هر اون پره. برو باجون برو دنبال کاره. حواس جمع کن ستم باز کن یه شهره. مقبول یه چی که تو این شهر بگیم که جربا پختم شهر که نیست جهنم آتیش مواره. خدا انشالله جیهر و مادر صاحب خیر و باعث بانیشو بیامرزه. هرچی این دور رو درسته اینجا انشالله تو بهش جاش باشه. بچه هم هستی اوی هم بولی بزار باشی کار همه بخونم سینه هم بخونم مسئله بازی چیه میخوام اینجا بشم قطعه بخونم سینه هم بخونم یالا پکنه بچه هم خوب رو بیده میخوام بشم اینجا قطعه بخونم سینه چالو بوزی یالا پس آده جمع کن پس این ایر دوستین اینجور و سینه وقتی نماشه هم گذاشتن نه اینجا خودت بشوری. یکی که دوستن اینجا خدا رو بنده دنی هست. یا این ده ما روزی 1000 دفعه بشید تو دود خونه. ای ما پر بالاتر بهتون گفتیم خدا روزی جای دیگه حواله کنه. یالا بساطت جمع کن برو. بیا یالا برو بینه تو برو ده قیافش نگاه کن رفع خود دار سخت اختمه شورن رو اخلاق کسیفتون رو. چه خبرت سر بابایی؟ برا پیادر عقلی نزگو نفره نفره
بخشی، شهر که نیست، همش هتل، یه اولاق پیدا نمیشه. مازه، بنار، مازه، محبت داره. از برا چیه؟ یک تومنه، هر چی میخواه، یک تومنه. آقا، به جبونی خودتون رم بکنیم، بشیم پیاده رو. من جانم، ما اینجا معمولی. معمولی؟ آره. خدا عزت تو یه برو پیاده رو. خدا درجت سرسون رو بالا بباره. خدا عزت تا ده. برو، برو پیاده رو. رم آتو رم آتو رم کنه. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنه. منم البته هیچ حرفی ندارم، اما چیزی که هست خودتون بهتر میدونید که توی ما خرید و فروش، اونم خرید و فروش آدم رستنیه. ما کمتر با پول معامله میکنیم. ما گندم بدیم، قماش بدیم، جو بدیم، قند و شکر میگیریم. حالا هم همینطور، اینه رو بدم، اونه رو هم گیرم. نفهمیدم؟ میشه؟ چی؟ خوارک هم هم دم، خوارک رو خواب بگیرم. چی؟ دختر منو میخوای بگیری؟ اون جان، هر خرجی، هر مخارجی هم که واسه گلنات شما بکنیم، من هم واسه زهره خانم میکنم. پسر من دیوونه شدی؟ چطور شده مگه؟ میخوای آبرو ما تو مردم بریزه؟ چطور خوارم واسه پسرتون بگیریم؟ آبروتون نمیریزه، اما دخترتون به خودم هادین آبروتون میریزه. ببای صدا تو ارباب جا، من که حرف بدی ندیدم، گفتم به حکم خدا و رسول. همونطور که خوارم واسه پسرتون مخواهیم، دخترتون هم به خودم هادین. مردی که بی غیره خدایی را من که غلطی میکنی؟ ارباب، شما جای پیار منی، ارباب و اختیاردار منی. چوب و غیر منو بزن، بکش، اگر صدام درم و اما حق نداری به من نسبت بی غیرتی هادی. من شب و روز تو گرمای تابستون و سرمای زمستون تو کوه و صحرا جون میکنم و کار میکنم که کسی به من نسبت بی غیرتی ها نده. من بی غیرت بنیم. بی غیرت اونایی هم که خودشون هیچ کار نمیکنن، از زحمت و کار این و اون نون میخورن. خونه اتون آبادون، خود مهمون نوازی کدی. خدا نگهدار. چه کنم برای خاطر پسرم هیچ چی نمیتونم بهش بگم. پسره پاشو یک کفش کردی که این کارم امروز باز تموم بشه. به چرا به خود نشستی دادشو غصه میخوری؟ اگه این کار به من واگذار کنی طوری میکنم که خودت بگی ای والا. یعنی چی کار میکنی؟ سم شوم جون میکنم که حرف بر از کسی نشنفم. نشی استاد حاج دادشم جای پدر توست، بدی طوری که نمیخواد. تو نباید ازش دلخور باشی، با هر چی باشه تو کوچیکتری. بریم دستشو ببین. نه خانم بزرگ، از ما به خیر و از او به سلامت. برم بکنیم. دی عجب آدمی هستی، حالا که دادشم رازه تو نوز میکنی. آخه خانم بزرگ، ارباب دخترش به من نمیده. نه بجونی شیزاد، دادشم راضیه، یعنی خودم راضیش کردم. با اون همه اوقات تلخی چطور باور کنم؟ وقتی میگم رازیش کردم بی خود که نمیگم، اینم رضایت باور. خب من که از اول همینو میگفتم. تو با تو خودشر میخواستی، من با زبون نر رازیش کردم، حالا چی میگی؟ هیچی، کور از خدا چی مخواد دو چشم بینا. مبارکه اینشالله، مبارکه.
نگاهی به حق پنجتن ها لباس سفید بخت باشه. گوشت وا بکن. با پیران سفید عروسی به خونه شوهر میشی. با کفن سفید مرگ باید از خونه شوهر بیرون باشی. آسیل سامن یا جون تو جون خوارک مطمئن باشی زن. خدا بین جوونا علمت بکنه. بفرمایید کی باشه عروسی خود تو کی دیگه ما رو میگیره کی؟ خدا مرسی زهره جون مرسی بنشین زیادی با زیادی با بسم الله الرحمن سر نکش میک بزن بمی کم آره جانم اینطوری ببین به حق چیزهای نشنفته ما شنفته بودیم که سماق رو میمیکن یا نشنفته بودیم که تو شهر شما شربت هم میمیکن آره میمیکن کن بابا فرنگی ما بازی در بردی ما ایرونی از جهل این تشتی پادر بنیم لعنت الله علاقه و مزالیم تموم بابا تموم بابا من قولی برباز قولی برباز چرا واسه عروس دوماد شباش جمع نمی کنن؟ تو شهر که برای عروس دوماد شباش جمع نمی کنن این رسما دیگه کنه شد چه می دیم؟ روز بعد از عروسی یه دستگل فانتزی براش می فرستن گل، گل بابا گل به چه دردشون مخوره؟ شباش جای خود داره شباش مایه دست عروس دوماده ما دستگل می دیم پیر اون گلو بهشون هادیم چه بول میخوری؟ آخه این وقت لباس آزارم میده فکر بکنم که این عروسی تموم بشه و این وقت ها دول بردیم بازم کلونمدی و قباب و هم بعض سابقه آها شرف داره شرف داره هم چقدر سگدنده ای؟ سگدنده ای خب الحمدلله به سلامتی و مبارکی یه هفتم از عروسی گلناز گذشت حالا دیگر با به قول یارو گفتنی الوعده وفا البته شیرزا جو عرض من یکی مطابق قولنومه این که دست دادم عمل کن یه آقایی و بزرگواری بکنی حاجاتش هم سرش گره قبلش نمیره قولنومه هم را ترست آخون جو چی نوشتم تو قولنومه؟ هر چه وقت که قبلش دیم که قبول کردم که با هر شرط شرایطی که گلنازو به سیروس میدیم با همون شرط شرایط زهره هم بدیم با آشیرزاد آفرین ببین آشیرزاد من برای گلناز 20,000 تومان مهر کرد 20,000 تومان؟ خب مهر که کسی ندیده اون درسته اون یه حسابیش بین تو و زهره اما مخارج مخارج 15,000 تومان نقد دادیم که جلوی خودت خرج آینه شمس و نقره و انگشتر و مبل و تخت و رخت و اسباب و غیره دارش 10,000 تومان هم مخارج شام و موزیک و پذیرایی و اینجور چیزا ایناش اینم صورتش جمع کلش شده 25,000 تومان 5,000 تومان حالا میخوای پول بیار میخوای گندم بدی جو بدی روفه بدی هر طوری رسم میتونی ببین زمین ممین چیز میتوداری بفروش من خواهش میکنم قبول کن 25,000 تومان ها
حالا نمیشه من و زهره خانم به رسم و رسوم قدیمی ایرونی خودمون عروسی بکنیم؟ هم کمتر خرج میشه، هم شباش کم میشه، هم آخه شیرزا جون، من که چیزی نمیگم، اما حساب آبرومانم بکن. من خواهر تو رو با اون آبرومندی برای پسرم گرفتم، حالا میتونم دختر خودم بی سر صدا شوهر بدم؟ نه، مردم چی میگن؟ اقلا پس یه مهلتی به من بدین من این پول رو تهیه بکنم. چقدر مهلت بدم؟ اقلا 40 روز که مهلت میخوام. بسیار خوب، اما اگر بعد از 40 روز از تو خبری نشد دیگه از من گله نکنی یا؟ نه خدا بزرگه، انشاءالله درست میشه. خب بنده مرخصم. آقا شیرزاد، ما و زهره رو منتظر نذار یا، چون ممکنه دختره دق کنه. خیال شما که راحت باشه، یه روز با آخر عمرم مونده ها داغش و مندلت میذارم. خدا حافظ. خوش اومدی شیرزاد. آی این پسر پرروه. تا 40 روز اگه من پیل آوردم شما رو به من خواده، حالا بشم با امید خدا هر جوری شده پیل مولی تهیه بکنم. چقدر؟ 25,000 تومان. چرا 25,000 تومان؟ آخه نه اینکه برای عروسی آبجیم و سیروس آقا همینقدر خرج شده، وقت دیگه خوب نیست که من دیگه کمتر خرج بکنم، خلق تنگ نشه فراهم بکنم. آخه از کجا؟ داریم بالاخره دو تیکه زمین و ملک و حال داریم، از زیر بطک به عمل می اومدیم بابا. خدا کنه تصویر تو کار نباشه. خدا بزرگه، اجازه میدی؟ خدا به همراه. این شکل موهایت نگردم. آقا مدیون، من حرفی ندارم، اما باید زهره خودش چی میگه؟ با دادشم چه حرفا میزنی؟ دختر چه معنی داره؟ تو حرف بزرگتر حرف بزنی. وقتی شما گفتیم باید زن هرمز بشی باید که چند ما خودمون چیکار کردیم؟ ما نشوندن پشت در؟ گفتن بگو بله. ما دیگه چه خبر داشتیم؟ این بله واسه رفتن بازاره یا خونه شوهر؟ آه اتفاقا زهره خودش اومد، زهره جون خیلی خوب شد اومدی. بیا اینجا بیشی بابا جون، بیا اینجا. زهره جون میدونی پسر عمت برای چی اومده اینجا؟ نه صفا، همین الان عمت و صفی. ببین زهره جون، آدمی زنده زندگی میخواد، خودت هم میدونی
عقد پسرم و دخترم و پسرم و دختر دایی تو آسمونه بسی شده. منظور تو نمیفهم. آبجی بز من الان روشنش میکنم. ببین زهره جون، پسرمت مدتیه که تو رو از من و عمت خواستگاری میکنم. منو؟ من که لایق ایشون نیستم. اختیار دارید خانم، شاید بنده رو لایق نمیدونید. خب تعارف رو کنار بذارید. ببین زهره جون، تو میدونی که بعد از فوت عمه بزرگ تو شوهرش داراییشون همه به هرمز رسیده. منم که هرچی دارم مال تو و سیروسه، پس چه بهتر که مال خودمون از تو خودمون بیرون نره، مخصوصا که هرمز بهت علاقمندم هست. رضای شما رضای منه. باریکلا دختر، باریکلا. مرسی زهره جون، مرسی. ولی به طوری که شنیدم شما به یک جوان دیگه هم قول دارید، جوان ساده و بی‌آلایش رو دنبال نخودسی ها فرستادید، پس اقلن ظاهرن جوان مردی کنید تا سر موعد صرف کنید. اگر بر فرض محال تونست پولی که خواستید بیاره، که خب شما من فروختید و اونم خریده، اما اگر اونطور که من حس میکنم از اخته برنای من، اون وقت شما میتونید به هر کسی که دلتون میخواد منو بپروشید. سوسولی جان، منو ببخش که تو رو با پول عوض میکنم. چو کنم، اگه تو هم جای من بودی منو مفروختی تا به زهره جان برسی. من هیچ وقت تو رو از یاد نمبرم. اینطور به من نگاه نکن، دلم آتیش میگیره. چو کنم؟ چاره ای ندارم. خب بالاخره روی هم چقدر بابا؟ والا روی هم با زمین سراسیاب و گو بیساله و هممش 6950 تومون که حساب بکنیم 6900 تومون سرمان. و چرا همش از سر من کم بکنی؟ خیلی خوب، مهد گل روی تو حساب بکنیم 7000 تومون. بذار ما به شما برسه 7000 تومون. 7000 تومون تا 25000 تومون مخاط 18000 تومون. 18000 تومون نه نمیشه، باید یه فکر دیگه ای کرد. حالا نه بیشتره که حساب بکنی. والا تا اونجا که محل داشت ما گفت. خب پس شما به فکر پول باشین، منم بشم تهرون یه کاری زیر سر کنم و برگردم معامله رو تموم بکنم. اگه اول معامله رو تموم میکردین بعد میرفتی شهر بهتر بود. نه آخه یه جوریه که جور در نمیاد، باید برم تهرون. خب خدا نگهدار. بابا خیلی دندون گردی کردی، حقش بود در 15000 تومان میخریدیم. خون یا خون. سلام علیکم استاد. علیکم سلام، مرحبت بیا. داشت شاگرد قدچاق کاری نمخوای؟ نجاری بلدی؟ نجاری که اینقلا بلدنی هم، اما خوب میتونم اگر یک... نه بابا جون، بلدیسی به درد من نمیخوریم. این که فروشی بغل یه دالوندار میخواد، برو برای که معاملت بشه. همین بغلی؟ آره جونم. خدا عزت قربان تو، خدا نگهدار. خدا رحمت بکنیم. دامن داری؟ سجل که دارم، دامنم اگر بخوای باید بشین در خونه ارباب دهمون. روزی چند میدی؟ روزی 4 تومن. 4 تومن؟
عوض شبا همینجا میخوابی؟ کرای منزلم نمیدی؟ تو شهر شما آدم روزی چند خرجش میشه؟ قناعت کنی روزی 3 تومن. 3 تومن؟ با شوم و نهار و سردونه و سلمونی و همه و همه با اونا روزی 3 تومن نی. 3 تومن نی؟ پس میتونم روزی 5000 جمع بکنم. ماهش مکنه 15 تومن. سالش چقدر میشه؟ سالش 150 تومن، اونم 180 تومن. 180 تومن؟ آره. چند سال کار بکنم میشه 18000 تومن؟ 100 سال. 100 سال؟ آره. 100 سال کار برای 18000 تومن. پس اینا میدونستن که من نمیتونم این پول رو تهیه بکنم. سازگار بکن.
مطمئن باشید که به در این معاشر رو برام میکنید. خواهد راحت باشه خوار. ۱۸۰۰۰ تومان وای بی انصاف من دزی. آخ دوکم سودم سوختم زخمه من خیلی زخمه دو خیران ببخشید خانم نه نفرد در مهنه دماغش میگیره دلم میسوزه نه بی خود نگن دو خیران مال و ملک و قمر رو فروختم حالا ها رو کنن پول خوب اینجن سنین آرتومون یه میارن میریزن رو پای پیره بده چشم دل سیر بشه دست از سر من تو بگیره بسیم که از یه بطل چی رو فرد میکنه من پای اشناهانی در میرون باشه پس خطر داشته؟ نه خطری نیست تا چند روز که خوب میشه کلمارگن نجات دبی شما را زند خودمون حساب کردیم بفرمایید بشید خدا عزتتون حال انشاءالله آیا شما ما را به پدر مادری قبول ندارید؟ ای آقا شما فرشته ای الله خب اگر ما به جای پدر مادر شما هستیم میخوام با دلخواه خودمون پسرمون داماد کنیم آخه مطمئن باشید زاد با این کاری که ما میکنیم وضعیت حق شما را هم ادا کردیم ای خانم این فرمایش ها رو نفرمایید والله من به خاطر چیزی این کار رو نکردم یقین دارم اما شما هم باید از مثل ما پدر و مادری عشنوی داشته باشید خدا منم شما رو مثل برای خودم میدونم خدا از خواری که نکنم چیزی والله من یادمونم بندم باری کلا شیزاد خوهرت یک چشت و شنده عجیقی کرده بچ میره مریم ببینم، این خونه متعلق به خود تو مثل به چشم ما هست ما از این خونه تو خوشحال میشیم خراشی برات انجام شما ملائکه خدا شما رای خوبی کردن آفریده یکی مثل شما میشه یکی از این کاری که درخشتر بجرد بگذاره خود خطا کنه دیگه آدم نیست چیز بفروشی روش بگیر این آقا آخه اون این زگواری رو از یاد نمبرم اجازه این که در نه نه این هم که باید تا آخر عمر این منت تو باشم مردانگی تو باعث شد که از آب روزی فامیل ایلو جیش باعث شد باعث شد باعث شد باعث شد باعث شد باعث شد خود باشو نه خدا 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 حواظ که در میگه خدا در شما بیم خدا در شما بریم مثلا خواهه سری کشبینه چند دقیقه ما تنها بگذارید یه معاینه خصوصی لازمه دخترم میگه طبیب محرم رازه مخصوصاً من که از بچگی طبیب معالج تو بودم و شاید هم چند بار تو را از مرد نجات دادم سعی می‌فرمایید دکتر متشکرم ببین دخترم با اولی سرماخوردگی کوچکی داشتی به قول خودت چند شب بیخوابی به سرت زد بی احتیاطی رو به حد اعلا رسوندی با همون حال از شب تا سهر توی باغ سرد و نمناک نشستی سرماخوردگی زاتوریه شد البته منم معالجه کردم اما اون چی که معالجهش برای من مشکله دردی که از من پنهان میکنه من درد دیگه ای ندارم اشتباه میکنی ببین دخترم گفتم از من چیزی رو پنهان نکن نصفهای دل شب تک و تنها توی باغ نشستن و فکر کردن این عشقها هر علائم درد پنهون توست به جوانی خوده به پدر بیچارت رحم کن دکتر من اگه دردی هم داشته باشم
از دست پدر. آفرین، هم دست رو بگو، قول میدم که خودم بمونه. برای درمون درد من هیچ راهی وجود نداره. اشتباه میکنی، همیشه راه چاره هست، ممکنه به فکر تو نرسه. به اون نقطه نگاه کن، ادامه بده، تعریف کن. گلناز برادری داره، نجیب و جمون بر قابل دوست داشتن. وقتی پدرم گلناز رو برای 30 روز خواستگاری کرد، همینقدر خبر داریم وقتی شیرزاد از فروش ملکش ناامید میشه از ده میاد بیرون، دیگه خبر نداریم کجا رفته، سر به بیابون گذاشته، خودشو از بین برده. گریه نکن دخترم، گریه کار اشخاص ضعیف و بی اراده است، مایوس نباش. آخه اون از کجا میتونی این همه پول تهیه کنه؟ پدرم هم که میشناس، به هیچ وجه حاضر نیست از ثروت عمم و پسرم من صرف نظر کنه. از این که به من اطمینان پیدا کردی و همه چیز رو برام تعریف کردی خیلی ممنونم. قول میدم که تو از این ناراحتی نجات بدم، هر طور شده شیرزاد رو پیدا کنم. که رنگ رود وا باشه. اختیار داری قربان، اختیار من وجه شیر آقا اومد، اجازه می فرمایی دیرزاد کجاست؟ آقا مطورم اون سردی خود دردی گفتید که زهور خانم مریم اخیر آقا چی نگفتم؟ باشید بیرون هر وقت دم بیاد. چشم آقا. ببین بله از تا دور خانم هیچ صحبتی نکنی یا خواهد جشن آقا. میل داری با زود برسی؟ سوالی دکتر. پس خواهش میکنم همینطور بخواب، نه از دیدن هرمز سال کن، نه از دیدن شیرزاد خوشحالی. اگر چیزی دیدی که تازگی داشت هیچ به روی خود نیاد. اختیار من دست شماست. متشکرم. خودت رو خوب به خواب بزن. بفرمایید. ببین برادر، من تو بیش از 20 ساله که با هم دوستی، نمیتونم چیزی را از تو پنهان کنم. دکتر دخترت که سالت خطرناکی داره. دکتر دستم به دومنه، من از بین میرم. یعنی تا این حد؟ خودت پدری، میفهمی چی میگم. من آخرین تلاش خودم رو بکنم، یه با خداست. دکتر جون هر کاری میتونی بکن، اگر شده زندگیمو بفروشم حاضرم. پس مال و زندگی رو برای دخترت بخوای، نه دختر رو برای مال و زندگی. قبل از اینکه شروع به آخرین معالجه خودم بکنم، در اینجا اتفاقاتی خواهد افتاد. باید قول بدی تا 10 دقیقه دیگر هر چه دیدی، هر چه شنیدی، هیچ عکس العملی نشون ندی. به جان دختر بستگی داره. دکتر جون هر چی بگی میکن، کاری بکن که دخترم نجات پیدا کنه. بسیار همینجا بایستید. بفرمایید.
زهره جون، تو که هنوز خوابیدی؟ بلند شو بچه نشو. آدم با یه سرماخوردگی که... آیه هرمز با منی؟ نبخشید آقا هرمز خواهش میکنم زیاد به مریض نزدیک نشید. شما جوانی حیفه که خدایی نکرده. مقصودتون نفهمیدم. آخه تفلک سرفه هم میکنه. خب سرما خورده باید سرفه کنه. چقدر ناراحتم. میدونید بیماری او در مرحله ای که فایده داره؟ بله بله ما صلاح نیست. خب دکتر با اجازه شما من یواشکی مرخص میشم. دایی جون، دایی جون، دایی جون، من رو برمیگردم. ببخش دکتر. روز ادامه داره. بگو شهزاد به تو دکتر. چطور از شما تشکر کنم؟
پای هم تیر بشه.